درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 12 جولای 2023 میلادی برابر است با 21 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود دارد، گفت این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینها، ما چه کار می‌خواهیم بکنیم؟ تبلیغ اینجا اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. او که روز چهارشنبه در دیدار با عده‌ای از طلاب حوزه‌های علمی سخنرانی می‌کرد، گفت در دوره‌ای هستیم که انواع و اقسام شیوه‌های پراکندن پیام امروز وجود دارد و در گذشته حتی فکرش را هم نمی‌کردند، و در ادامه از تلویزیون، ماهواره و اینترنت مثال زد. خامنه‌ای همچنین هوش مصنوعی و امثال آن را پسا اینترنت نامید و گفت اینها شمشیرهای خونریز در دست دشمن است. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه از حوزه علمی خاص تا از اهمیت و حساسیت تبلیغ غافل نشوند، چون در این صورت دچار استحاله فرهنگی شده و اسلام یک سیلی خواهد خورد که تا سالهای متمادی اثرش باقی میماند. او با تاکید بر اینکه تبلیغ باید در مرتبه اول نگاه حوزه علمی باشد، خواهان بکارگیری موضع تهاجم در تبلیغات به جای دفاع و پاسخ به شبهه شد. از سوی دیگر با وجود گزارش‌های متعدد و شواهد و مدارک فراوان از کاربرد پهپادهای ایرانی توسط ارتش روسیه در اوکراین، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه کمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریکایی را مسئول ادامه یافتن جنگ در اوکراین معرفی کرد. در خبری کوتاه، اسماعیل دهقانی کارمند بخش اورژانس بیمارستان بهشتی کاشان، شنبه 17 تیر ماه در جاده روستای یزدلان از حوالی کاشان و بعد از برخورد ماموران انتظامی برای متوقف کردن خودرویش، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله ماموران انتظامی قرار گرفته و کشته شد. سه فرزند عباس دریس از زندانیان اعتراضات آبان 98 خوزستان به دنبال تایید حکم اعدام پدرشان از سوی دیوان عالی کشور، با انتشار ویدیویی خواهان آزادی او و اقدام جهانی برای جلوگیری از اجرای حکم شدند. بعد از تایید حکم اعدام دریس در دیوان عالی کشور، فرزندان او پیامی ویدیویی منتشر کردند که در آن علی، یکی از فرزندان عباس دریس، میگوید مادر ما در پی کسب اطلاع از صدور حکم اعدام برای پدرمان سکته و فوت کرد و ما جز پدرمان کسی را نداریم. وی از مسئولان و تمام دنیا خواست تا در آزادی عباس دریس به آنها کمک کنند. فرشته تابانیان، وکیل دریس، هفته گذشته در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده، اما این حکم حتی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است. دادگاه انقلاب در مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مأمور نیروی انتظامی به محاربه محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد. فشار بر خانواده‌های دادخواه مرتبط با اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران ادامه دارد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی چند تن از آنها را بازداشت و به احکام حبس و شلاق محکوم کرده است. بنا به گزارش‌های شهروندی، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 20 و 21 تیر ماه، مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای هاشم ساعدی، صدیق بهمنی پدر شاهو بهمنی، عبدالرحمن نصری پدر متین نصری و آرمان حبیبی پدر آرام حبیبی، اعضای خانواده‌های دادخواه جانباختگان اعتراضات سراسری در کردستان، احکام بیش از 6 ماه زندان و 40 ضربه شلاق صادر کرد. همچنین علی روحی پدر دادخواه حمیدرضا روحی، جوان جانباخته در اعتراضات سراسری تهران، سه‌شنبه 20 تیر ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه شد. در رویداد دیگر، مقامات قضایی با خانواده زهرا سعیدیانجو، خواهر دادخواه میلاد سعیدیانجو، معترض جانباخته در ایزه که بازداشت شده، برای پیگیری وضعیت او به دادسرا مراجعه کرده بودند، اما با برخورد خشونت‌آمیز ماموران روبرو شدند.
انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری توماج صالحی خواننده معترض رپ ایرانی شد و حکم 6 سال زندان او را که روز دوشنبه و تنها به دلیل موسیقی اعتراضی و همراهی با مخالفان حکومت صادر شده وحشیانه خواند. این انجمن با اشاره به بازداشت صالحی در سلول انفرادی از آبان گذشته و تحت شکنجه بودن او، ایران را یکی از بدترین مکانهای جهان برای آزادی بیان خواند. بر اساس گزارش های متعدد، این هنرمند معترض از زمان دستگیری در سال 2022 شکنجه شده و از دسترسی به مراقبت های پزشکی و هر گونه فرصتی برای ملاقات با خانواده خود محروم بوده است. بر اساس این بیانیه، صالحی که از زمان دستگیری در اکتبر 2022 به اتهام افساد پل ارد به شدت تحت شکنجه قرار گرفته، به تازگی از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شده است. وزارت خارجه ایران در اعتراض به بیانیه پایانی جلسه مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در روسیه درباره جزایر سه‌گانه، سفیر این کشور در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده است. بنا به گزارش ها، وزارت خارجه ایران اعتراض خود را به الکسی دادوب، سفیر روسیه در تهران ابلاغ کرده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در بیانیه پایانی نشست خود در مسکو، حمایت خود را از ابتکار امارات برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای موضوع جزایر سه‌گانه از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کردند. گزارش شده که اعتراض ایران را علیرضا عنایتی، دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه، به سفیر روسیه در تهران ابلاغ کرده است. خبرگزاری ایستا نوشته است که عنایتی در این جلسه با تاکید بر تعلق ابدی جزایر سه‌گانه ایرانی ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به خاک ایران خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه در خصوص این موضوع شده است. رسانه‌های ایران میگویند که سفیر روسیه هم وعده داده که موضوع را به مقامات دولت در مسکو منتقل خواهد کرد. برندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید.
رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارند. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در واکنش به افشاگری واگذاری موقوفات گوهرشاد و دفاع از خودش اعلام کرد که متولی باید یکی از سادات صلحای مشهد باشد و این جایگاه به تشخیص مراجع قانونی در من احراز شد. 19 تیر ماه وحید اشتری فعال توییتری فاش کرد که یکی از بزرگترین موقوفات مشهد با نام گوهرشاد از سال 1396 به احمد علم الهدا امام جمعه منصوب علی خامنه ای واگذار شده است. اشتری در توییتر خود افشا کرده بود که موقوفه واگذار شده بیش از 1000 هکتار زمین در مشهد و 5700 رقبه سنددار در چناران استان خراسان دارد. امروز در واکنش به این افشاگری صفحه اینستاگرامی علم الهدا در پستی نوشت: ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی بزرگوارانی که در پی افشاگری مصادیق فساد در کشورند، در خصوص شبهه واگذاری موقوفات گوهرشاد به امام جمعه مشهد توجه به این نکته ضروری است. متولی موقوفات گوهرشاد موقوفه خاص طبق متن وقفنامه یکی از سادات صلحای شهر مشهد تعیین شده، لذا به تشخیص مراجع قانونی این جایگاه در آیت الله علم الهدا احراز شد و نامه مورد اشاره اداره کل اوقاف خراسان در مقام بیان این صلاحیت است. بنابراین اینکه بگوییم موقوفات گوهرشاد به آیت الله علم الهدا واگذار شده سخنی اشتباه است و دقیق آن است که متولی شرعی و قانونی این موقوفات آیت الله علم الهدا است. رجب علی اعتمادی زاده از چهره‌های ادبیات عامه پسند ایران که آثارش را با امضای اعتمادی منتشر می‌کرد در سن 90 سالگی و بعد از یک دوره بیماری درگذشت. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه به نقل از مهدی رحیمی ناشر کتاب‌های اعتمادی خبر درگذشت این نویسنده را اعلام کردند. این ناشر اعلام کرده که احتمالاً مراسم خاکسپاری پیکر اعتمادی زاده روز پنجشنبه 22 تیر ماه در بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود. این در حالی است که قرار است در همین روز مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری احمد رضا احمدی شاعر مطرح ایرانی هم از مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار شود. داستان‌های اجتماعی که این نویسنده و روزنامه‌نگار به ویژه به صورت پاورقی در مطبوعات می‌نوشت او را به شهرت رساند. دختر خوشگل دانشکده من، تویست داغم کن، برای که آواز بخوانم و خوب من از عناوین برخی از آثار این نویسنده است. افسانه بایگان بازیگر سینما و یکی از هنرمندان همراه با جنبش زن زندگی آزادی که تصاویر بدون حجاب اجباری خود را در فضای عمومی منتشر کرده بود، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از عرصه بی‌حرمت بازیگری کناره‌گیری کرد. پیش از این هنگامه قاضیانی بازیگر سینما هم از عرصه بازیگری کناره‌گیری کرده بود. همزمان تصاویری از حضور بدون حجاب گلاب آدینه، بازیگر شناخته شده تئاتر، در یک سالن نمایش در فضای مجازی منتشر شده و آناهیتا نعمتی بازیگر سینما هم همزمان با سالروز تولدش عکس‌هایی بدون حجاب اجباری در حساب کاربری اینستاگرامش منتشر کرده است. افسانه بایگان در یادداشت اعلام رسمی کناره‌گیری خود از حرفه بازیگری اظهار امیدواری کرده که اندک باقی ایام را در آرامشی دور از اجتماع که آن را اجتماع خشمگین توصیف کرده بگذراند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به ضرب العجل کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، نامه‌ای درباره تعلیق رابط مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در اختیار رئیس این کمیته قرار داد. وزارت امور خارجه آمریکا در این نامه ضمن اشاره به تبعیت از سیاست‌های وزارتخانه از ارائه هر گونه سند یا اطلاعات بیشتر مرتبط با موضوع مجوز پرسنلی و امنیتی مالی خودداری و اعلام کرد که وزارت خارجه تنها مرخصی آقای رابط مالی را پذیرفته و به مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اطمینان داد که در حال بررسی موضوع هستند. در ادامه این نامه آمده که وزارت امور خارجه ضمن مهم دانستن حفظ ارتباط با مجلس نمایندگان خود را به ارائه دقیق ترین اطلاعات موجود به کنگره و مردم متحد می داند. وزارت امور خارجه در پایان این نامه ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تحقیق و تفحص بیشتر از توی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اظهار امیدواری کرده که این شفاف سازی ها نگرانی های رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را برطرف کند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اما در این زمینه گفت که این یک پاسخ کاملا غیر قابل قبول است. مکال افزود کنگره باید دقیقاً بداند که چرا مجوز امنیتی رابط مالی به حالت تعلیق درآمد، سپس از سمت خود تعلیق شد و اکنون طبق گزارش‌های خبری موضوع توسط پلیس فدرال در حال بررسی است. مایک مکال با اشاره به اهمیت جایگاه رابط مالی و مأموریتش در زمینه مذاکره با جمهوری اسلامی تصریح کرد که این رخداد بسیار جدی است و من از وزارت امور خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده یک گزارش محرمانه را درباره موضوع دریافت کنم. کره شمالی در تازه ترین آزمایش موشکی خود یک موشک بالستیک قاره پیما پرتاب کرد که بعد از نزدیک به یک ساعت حرکت در آبهای نزدیک ژاپن فرود آمد. اکنون مقامات نظامی ژاپن و کره جنوبی گفتند که این موشک به مدت 74 دقیقه در حرکت بود. این طولانی ترین مدت زمان حرکت یک موشک پیونگیانگ است. ارتش اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه برای دومین شب متوالی ساعتی پیش از دیدار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با رهبران ناتو در لیتوانی موجی از حملات پهپادی را به کیف و دیگر شهرها آغاز کرد. نیروی هوایی اوکراین در شبکه پیام‌رسانی تلگرام اعلام کرد که روسیه در طول شبانه روز در مجموع 15 پهپاد شاهد ایرانی را به داخل اوکراین پرتاب کرد که نیروهای دفاعی اوکراین 11 پروازها را سرنگون کردند. فرمانده نظامی منطقه چرکاسی در جنوب شرق کیف گفته است که بعد از وقوع آتش سوزی در یک تأسیسات زیرساختی غیر مسکونی در نتیجه این حملات 2 تن زخمی شدند. هنوز مشخص نیست که چه تعداد پهپاد در چرکاسی و چه تعداد در کیف پرتاب شده است. برنامه رجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 هم اکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310
441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. دو برادر در بریتانیا اعتراف کردند که قصد سفر به افغانستان برای پیوستن به گروه موسوم به دولت اسلامی داعش را داشتند. محمد عبدالحلیم حیدرخان 21 ساله و محمد حمزه حیدرخان 18 ساله از شهر برمنگام روز دوشنبه در دادگاه جزایی این شهر حاضر شدند. کمتر از یک هفته بعد از محاکمه هر دو برادر اعتراف کردند که اقداماتی در جهت آمادگی برای تروریسم انجام دادند. آنها قرار است در 11 سپتامبر برای صدور حکم به دادگاه جنایی برمنگام بازگردند. در دادگاه توضیح داده شده که این برادران لباس و تجهیزاتی خریدند و درباره چگونگی سفر به افغانستان برای پیوستن به سازمان تروریستی مصدوم به شاخه خراسان داعش تحقیق کردند. به دادگاه گفته شده که آنها فرم‌های درخواست پیوستن به داعش را پر کرده بودند. میلان کوندرا نویسنده فرانسوی چک‌تبار و از بزرگترین نویسندگان ادبیات جهان در سن 94 سالگی درگذشت. میلان کوندرا همراه با همسرش برا در پاریس زندگی می‌کرد و فرزندی نداشت. اغلب آثار کوندرا به ده‌ها زبان از جمله پارسی ترجمه شده و یکی از نویسندگان محبوب خوانندگان ایرانی بود. رمان معروف او سبکی تحمل ناپذیر هستی که از آن اقتباس سینمایی هم شده با عنوان بار هستی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. خبرگزاری رویترز نوشت که کوندرا به دلیل سبک خاص خود در آمیزش وقایع پیش پا افتاده زندگی روزمره با دنیای بلند مرتبه ایده ها تحسین ها را برانگیخته بود. با وجود اهمیت آثار و شهرت زیاد در جهان، کوندرا از گرفتن جایزه نوبل ادبیات بازماند، اما به عقیده منتقدان او بدون تردید یکی از نویسندگان بزرگ جهان به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم به شمار می رود. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می کنم.